سلام بینندگان عزیز، با برنامه دیگه از ویزیت رایگان در خدمتتون هستیم. در هفته‌های گذشته با آقای دکتر سینا جلایی آشنا شدید و با ایشون ما بحثی داشتیم راجع به تزریق ژل و تزریق بوتوکس. امروز اومدیم پیششون تا راجع به بحث چربی صحبتی داشته باشیم. سلام دکتر جلایی، بازم ممنون که ما وقت دادین. خواهش می‌کنم. دفعه قبل راجع به بوتوکس و ژل صحبت کردیم، این دفعه میخوایم راجع به چربی صحبت بکنیم. بحث چربی بحث بسیار بزرگه، چه بین آقایون و چه بین خانوما. چیزی نیست که کسی دوست داشته باشه، تا قدیما طور دیگه‌ای بود، ولی در دنیای مدرن امروزی چربی چیزی که اصولا آدم‌ها دوست ندارن توی بدنشون. راه مختلفی هست برای کم کردن چربی توی بدن، فرضاً از طریق جراحی، از طریق تزریق، از طریق اشعه آلتراساوند، که البته خیلی چیزای دیگه هم توی اینترنت، توی تلویزیون تبلیغش میشه، راجبش صحبت میشه، که از نظر پزشکی هنوز اون اثری که واقعا باید بذاره ثابت نشده. اگه میشه صحبتی بکنین راجع به راه‌های مختلف، اگه موافق باشین با جراحی شروع بکنیم، بعد میریم سراغ آلتراساوند و روش جدید، روش تزریق که خود شما هم نمایندگیش البته دارید و تعلیم هم میدین راجبه روش تزریق. هرچی آدم باید ببینه مریض چی پرابلمی داره، پرابلمش در چه حدیه. بدترین چیز اینه که حالا با شکم شروع میکنیم، شکم خیلی بزرگ باشه، با پوستی خود افتاده باشه، اینو فقط میشه جراحی کرد، جراحی درست حسابی. یعنی آدم باید حسابی برید، یه مقداری از پوست و چربی رو برد، بعد این دوتا آخرش رو با هم دوخت. اینا الان ساده توضیح دادم، چون یه نمیدین فقط چربی رو ببرین پوست بیشتر میفته. میگم این آدم باید از قبل آدم ببینه. کسایی که مخصوصا کسایی که خیلی چاق بودن بعدش لاغرتر شدن، یا مثلا زایمان، بعد از زایمان بعضی پوستشون اونقدر سفت نیست، افتادگی داره. به این معنی است که بعضی از بافت‌ها، یعنی بافت بعضی از مریض‌ها اونقدر انعطاف پذیری نداره. پوست بعد از اینکه فرضاً زایمان انجام شده، یا اینکه یک فردی که یه مقدار چاق بوده لاغر شده، به حالت اولی خودش بر نمیگرده و خیلی شل میشه و میفته. پوست میفته. بخاطر من دوست داشتم از اون ساده‌تر شروع کنم، ولی حالا با سخت‌ترینش شروع می‌کنیم، سخت‌ترین روش. اینه که آدم حسابی باید پوست رو ببره، چربیشو ورداره، بعد به هم پوستو بکشه و بدوزه. یعنی چی میشه؟ یعنی هم پوست رفته هم چربی رفته، اینو میشه آدم حسابی صافش کنه. یه چیزی خیلی خیلی فوراً هم جوابشو میگیره، فوراً این صاف میشه، با خیلی چربی و خیلی پوست هم میشه برد توی یه دونه عمل. بعدش چیه؟ خب یه عمل خیلی بزرگیه و آدم از اینجا تا اینجا اینو برید. آدم میتونه جای عمل رو جایی بذاره که بیکینی یا زیر شورت قرار گرفته میشه که معلوم نشه، ولی با همه اینا یه جای عمل انقدیه، با یه عمل خیلی بزرگیه. این آخرین راه حلمونه واسه کسی که هم خیلی چاق باشه، هم پوستش خود افتاده باشه، که آدم این چربی رو وقتی از بین ببره، حالا به هر صورتی پوستش میفته، اینم قشنگ نمیشه. آدم باید همیشه ببینه آخر سر چی جوابی میده این روشی که آدم انتخاب میکنه. حالا من اینجا یه سوالی دارم، اونم این که الان چیزی شما فرمودین جراحی باز، که باز بکنیم چربی داریم و پوستم همزمان یه مقدارشو برداریم، برش بدیم و اون دوتا انتهای پوست رو به هم بچسبونیم و بدوزیم که یه حالت لیفتینگ انجام بشه. درست. یعنی میشه هم از نظر اولیه، یعنی به حالت اولیه این کار انجام داد، جراحی باز انجام داد، چربی رو در آورد و پوست رو دوخت، و خیلی موقع هم هستش که میشه لایپوساکشن کرد، حجم چربی کم بشه که پوست میفته برای بسیاری از بیمارا، بعد میشه پوست رو در جلسه دوم یا سوم اون ناحیه‌ای که اضافه هستش برداریم و حالت لیفتینگ انجام بدیم. درسته؟ درسته. این سوال خیلی خوبی بود، ولی من گفتم من از بدترین کیس شروع کردم، میریم روی کیس های راحت تر. این موردی که شما فرمودین موقعی انجام میدیم که احتمالش خیلی زیاده
که این عمل دوم احتیاج نباشه، یا با یه عمل دوم خیلی کوچیک آدم میتونه این پوست اضافه رو برد. یعنی چی؟ یعنی یکی که آدم میبینه یه خورده شکم داره طرف، یه خورده افتاده پوست داره، اول ساکشن انجام میدم، بعد آدم وای میسته، یه 3 تا 6 ماه وای میسته که این حسابی جا بیفته، بعد شاید اصلا هیچ احتیاج نباشه، یا یه خورده پوست افتادم یه کات کوچولو، یه جای عمل خیلی کوچیکه، با حتی این عمل میشه با بی اس ای موضعی هم انجام داد. بعد میرسیم به یه ردیف پایین تر که کسایی که چربی دارن ولی پوستشون هنوز یه خود سفت داره، آدم اینو میتونه ببینه، سفتی پوستو، فلکسیدیت پوستو، که آدم ساکشن انجام میده، قشنگ میتونه ببینه چقدر چربی میاد، قشنگ میتونه ببینه چقدر انجام میده. میرسیم به یه مورد یه خورده ضعیف‌تر، اینه که کسایی که چربی دارن پوستشون هم تقریبا سفته، اونجا میشه خیلی خوب لیپوساکشن انجام داد. درست. آدم چربی رو میکشه، پوسته به احتمال خیلی زیاد آداپته میشه، نمیفته، با خیلی جواب خوبی هم آدم میتونه با مریضش در میون بذاره که به احتمال خیلی زیاد راضی میشه. درسته. لیپوساکشن طوری هستش که از تکنولوژی های خیلی مختلف میشه استفاده کرد، فرضاً از اشعه آلتراساوند میشه استفاده کرد، و یا خیلی ها اصلا محلول های وارد بدن میکنن، وارد بافت چربی میکنن که اونا رو باز میکنه. اگه میشه یه مقدار صحبت کلی بکنین راجع به تکنولوژی لیپوساکشن. آره، تو دنیا امروز تکنولوژی همینجوری پیشرفت میکنه هر روز، حالا هر روز نه ولی خیلی روش های جدید میاد. حالا همه این روش بهتر یا نه این آدم نمیدونی، بعد 2-3 سال تازه آدم میتونه متوجه بشه که این روش جدید خوب بود یا نه. فعلا لیپوساکشن هست که خیلی کلاسیک، آدم میتونه چربی رو بکشه که دیگه اینو کسی انجام نمیده. در هست بعدش هست با فشار آب چربی ها رو، تئوریش اینه که چربی ها جدا میشن از بافت بدن که بغلش که هستن، که خیلی راحت تر بعد میشه ساکشن کرد. یعنی همه این چیزایی که جدید اومدن قصدشون اینه که کمتر صدمه بزنن به بافت بدن، چربی رو بکشن بدون صدمه زدن به جای دیگه. یه تکنیک اینه که با فشار آب چربی ها رو حل بکنه با همون سرنگی که وارد میشه، وقتی حل شد آدم اینو میکشه. یه چیز دیگه هست که با وایبریشن، با این حرکتی که این سرنگی وارد میشه، این انجام داده میشه، اینم باعث میشه که چربی ها، سلولای چربی جدا بشن که خیلی راحت تر بتونن کشیده بشن. با یه زمین جدید با لیزر، این لیزر سلولای چربی رو آب میکنه، فقط هم سلول چربی، جای دیگه نه. اینم خیلی چیز مهمیه که صدمه نزنه به جای دیگه بافت بدن، که بعدش خیلی راحت‌تر میشه این چربی که آب شده رو کشید. یعنی حالا از من میپرسی، من واقعا نمیدونم کدوم یکیش بهتره، نمیتونم به شما بگم. تحقیقات هست، این شرکت های مختلف هستن که میخوان دستگاهشون رو بفروشن، حالا هنوز ثابت نشده که کدوم تکنیک، من نمیخوام برای هیچ شرکتی تبلیغ بکنم، فقط این چربی ها رو از جای دیگه بافت بدن جدا میکنن که آدم اینو بکشه. همهشون تکنیکشون اینه، همهشون این کار رو میخوان انجام بدن. به خاطر همین اینه که ریسک لیپوساکشن همینجوری کمتر میشه، چون خیلی میتونه خیلی زخم بزرگ، شما باید تصور کنید که تمام این زیر پوست همیشه زخم بزرگیه، به خاطر این آدم باید چند هفته گم بپوشه که این لایه های مختلف هم دیگه بچسبن، بتونن جوش بخورن. غیر از این فاصله میفته بین اون دو بافت و میتونه فاصله میفته، آب بدن این تو جمع میشه، بعد
قشنگ نمیتونه یه جواب خوبی بده. این میگم دستگاه مختلف، هر روز یه دستگاه جدید میاد، این روش های مختلف لاپوساکشنه. چیز دیگه هم که هست، همزمان و یا بیشتر موقع قبل از عمل لاپوساکشن به اون ناحیه آدرنالین هم زده میشه مثلا قبلش، ولی وارد اون محلول هم خیلی میکنن، اونم به خاطر اینکه آدرنالین باعث جمع شدن رگ ها میشه و هم خونریزی بعد از عمل رو کمتر میکنه، هم خونریزی هنگام عمل رو. درسته. ما راجع به خونریزی الان صحبت کردیم، خونریزی جزء خطرات لایپوساکشن هست، اگه میشه راجع به خطرات لایپوساکشن توضیح بدید. اوکی، خونریزی گفتیم اون بود که ادرنالین آدم استفاده میکنه که از عروقای کوچیک خونریزی نشه چون تنگ میشن. دو تا عروق مهم هستن، اپیگاستریک که اونجا آدم خیلی مواظب باشه که اونا زخمی نشن، چون عروق خیلی بزرگی هستن و میتونه خیلی خون از دست بده. خلاصه خطر خونریزی همیشه هست، یه خود خونریزی هم هست، یعنی نه فقط خطرش، اتفاق میفته. بخاطر همین آدم با آدرنالین کار میکنه، بعدش گن میپوشه، که اینم یکی از دلایلی که آدم اینو میپوشه که عروقا رو به هم بچسبونه که دیگه خونریزی نشه. چیز دوم اینه که عفونت، مثل همه هر عملی که آدم انجام بده میتونه عفونت به وجود بیاد. چیز سوم اینه که آدم شاید از جوابش راضی نباشه، صاف نباشه، حالا به خاطر نپوشیدن گنه یا خوب انجام دادن عمله احتمالش هست که جوابش عالی نشدن و دوباره یک کاری انجام بده. مهمترین چیز اینه که حتی تو آلمان هم سالی 10-12 نفر میمیرن روی لوپوزاکشن، اینه که امبولی، ترومبوز با امبولی. بخاطر این مادم باید قبلش امبولی ببخشید قبلش آمپول هپارین و ضد امبولی که به خونی خود رقیق میکنه با جوراب بلند تنگ که جلوگیری از این بشه. آدم این کارم انجام بده مواظب باشه، بازم ریسکش هست، این ریسک همیشه هست. این امبولی که شما فرمودین مظنون ترومبوز معمولی هستش که خون لخته میشه و از طریق سیاه رگا، دیپ وین ترومبوزیس بهش میگن، این سیاه رگای عمیق پا ممکنه برسه بالا، ولی یکی از کامپلیکیشن های بزرگ هم فت امبولیزم هستش، هم امبولی چربی. بله. که توی خیلی از عملا هست، فرضاً اگر توی استخونم سیمان وارد میشه اونجا ممکنه که سلولای چربی وارد خون بشن و برن توی ریه، دوچار انسداد عروق ریه بشن که ممانه فت امبولیزم هست. درسته، هر دوتا احتمال هست. الان یه جالب درباره فت امبولی بعدم به شما میگم وقتی برسیم به اون یکی روش. با راجع به روش های جراحی صحبت کردیم، بریم راجع به روش های غیر جراحی صحبت بکنیم. آلتراساند. بله، آلتراساند هم یه روش خیلی جدیدیه که خیلی شرکت ها الان خیلی دنبالشن، هر روزی دستگاه جدید میاد. روشش اینه که آدم از طریق پوست با اشعه مختلف، یه اشعه‌ای که فقط مخصوص چربیه که فقط سلولای چربی رو از بین میبره یا صدمه میرسونه، از طریق پوست با یه دستگاه آدم این چربی‌ها رو حل میکنه، این سلولای چربی، یعنی بدون سوزن، بدون عمل، بدون هیچی. حالا واقعا کارم میکنه این؟ این تئوریشه. ولی نظر من، تجربه من این نشون داده که اونقدر افکت نداره، اونقدر تأثیر نداره که شرکت ها با آدم قول میدن. این آدم باید با مریضش در میون بذاره. چیز بدی نیست، چیز خوبیه، ولی به نظر من تنها زیاد فایده نداره. کسی که هیچ روش دیگه نخواست، آدم میتونه با این روش کار کنه، یه خود کمک میکنه. آدم میتونه این روش رو با
چیزهای دیگه، کارهای دیگه، روشهای دیگه ای که غیر جراحی هن با هم اینو انجام بده. ولی من مطمئنم که این روش در حال تغییر هن، این همیش افکتیف تر میشه، با اثر تر میشه، ولی فعلا نیست. فعلا ما این رو فقط با کارهای دیگه با هم دیگه انجام میدیم. پس آلتراساوند در مرحله ابتداییش هنوز هستش و اونقدر اثر خودش هنوز نشون نداده. بریم سراغ روش تزریق، روش جدید. و من میدونم که شما خیلی این کار رو انجام میدین با اثر خیلی خوب و این هم میتونین ثابت بکنیم. راجع چه صحبتی داشته باشین؟ اوکی. این روش، روشی که شما میگین، من اسمش رو گذاشتم آمپول ضد چربی. این از سویا آدم اینو به دست میاره، اسمش از فسفادیدیل شولین. این یه خورده درباره داستانش بگم که چطوری اصلا این همچین آمپولی به وجود اومده. 30 سال آدم این مواد میشناسه، این دارو رو میشناسه. اتفاقا حرفی شما زدین، تو ارتوپدی این به کار میرفت. چرا؟ چون که شما گفتین با استخون کار میکنین، این چربی که هست توی استخون باعث امبولی، فت امبولی میشه. قبلا این دوا رو موقع عمل میزدن به رگ، تزریق میکردن که جلوگیری از امبولی بشه. تقریبا 10 سال پیش دکتر بزیلی، خانم دکتر ریتس، فکر کرد خب وقتی این چربی توی خون رو حل میکنه، باید چربی زیر پوست هم حل بکنه. تست کرد، دید واقعا این اتفاق میفته. که بعدش کم کم شروع شد، کم کم شروع شد، آدم آزمایش کرد، تحقیقات کرد، که چند ساله دیگه خیلی دقیق، خیلی با اطمینان آدم میتونه این کار رو انجام بده. یه مؤسسه هست الان تو آلمان که 8 ساله این مؤسسه هست، تقریبا 2000 دکتر عضو این مؤسسن، این دارو درست میکنن و توی 65 تا کشور پخش میکنن و واسه کشور ما، واسه ایران، نماینده این مؤسسه منم که باید اینا در آینده دوره میذاریم که قشنگ همکارام بدونن که چطوری این آمپول استفاده میشه و چیزی آدم باید تزریق بکنه، به چیزهای آدم باید مواظب باشه. تو این مؤسسه هم که هستیم، حسابی آدم تو پروتکل نگه میداره که چقدر درد داره، چقدر کمتر میشه چربی، چه اتفاقی میفته، که واقعا یه روش با اطمینانیه. حالا واسه چه چیزهای خوبه؟ هر جایی که آدم چربی داره میتونین استفاده بکنه. شکم، پلو، پا، خیلی جای خوب، غبغب، اینجا، این پشت، یعنی هر جایی که پرابلم دارم، واسه پرابلم، جای پرابلمیه. واسه شکم خیلی بزرگ یا چربی خیلی زیاد حل کردن نیست، این خیلی مهمه. این روش چطوریه؟ آدم آمپولا رو درست میزنه جایی که چربی هست. حالا بگیریم مثلا اینجا، خیلی از خانوما اینجاشون چربی داره. حالا این آمپولا درست میزنه جایی که چربی هست، این چربیه کمتر میشه. با پوستش این خیلی چیز جالبیه، پوستش هم سفتر میشه. چون وقتی آدم این آمپول تزریق میکنه، یکی دو روز این ورم داره. این ورمی که میکنه، این باعث میشه کلاژن سفتر میشه و پوست سفتر میشه. نه، تمام مریضای من میان که پوست منم لطیفتر شده، سفتر شده. هر جا آدم این استفاده میکنه. پرابلمش چیه؟ پرابلمش اینه که اونقدر چربی کمتر نمیشه. چقدر کمتر بشه من نمیدونم. من به مریضا میان که من گارانتی میدم به کار خوب، به جنس خوب، چقدر بدن شما جواب میده این من نمیدونم. معمولا میگن آقایون باید 3 تا 4 بار این کار رو انجام بدن، خانوما 2 تا 3 بار.